سلام به همراهان همیشگی روزنامه سرخابی. امشب دوشنبه 25 مهر ماه در 615مین شماره خبرهای داغ فوتبال ایران طی 24 ساعت گذشته را با هم مرور می‌کنیم. اختلاف با سازمان لیگ دردسرساز شد. خطر حذف استقلال از لیگ قهرمانان آسیا. حسین آل اسحاق که مسئولیت پیگیری پرونده بدهی باشگاه استقلال به سازمان لیگ بابت تبلیغات محیطی رو بر عهده داره، از احتمال جدی حذف آبی پوشان تهرانی از مسابقات لیگ قهرمانان آسیا خبر داد و گفت روال قرارداد اینه که در مرحله اول مسئولان دو نهاد سازمان لیگ و استقلال اختلاف‌ها رو حل کنند. در نهایت اگر این اختلافات حل نشه، دعوا ارجاع میشه به کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال و در صورتی که رأی به نفع سازمان لیگ صادر بشه، کمیته تعیین وضعیت میتونه پنجره نقل و انتقالات باشگاه استقلال رو ببنده یا حتی حکم کسر امتیاز رو در نظر بگیره. منع حضور در مسابقات آسیایی هم از دیگر جرایم احتمالی برای باشگاه استقلاله. زنیت به دنبال برگرداندن آزمون به روسیه. خداحافظی زود هنگام سردار با بوندسلیگا. طبق اعلام سایت یورو فوتبال روسیه، باشگاه زنیت سردار آزمون مهاجم ایرانی سابق خود را زیر نظر داره تا در صورت امکان اونو به صورت قرضی جذب کنه. آزمون در زمستان فصل گذشته با باشگاه بایر لورکوزن آلمان برای امضای قرارداد در تابستان به توافق رسید، اما در مسابقات بوندسلیگا کمتر از حد انتظار ظاهر شد و نتونست دوران درخشش خود را در زنیت تکرار کنه. البته سردار فعلا مصدومه و تا جام جهانی نمیتونه بازی کنه. قابل ذکر آزمون تا سال 2027 با بایر لورکوزن قرارداد داره و حالا با این شرایط باید دید مدیران این باشگاه آلمانی در قبال اون چه تصمیمی میگیرن. احتمال جدایی مهاجم سرخپوشان در نیم فصل. وضعیت حامد پاکدل در این فصل حتی از سال قبل هم بدتر شده و این بازیکن اکثر بازیهای تیمش رو به دلیل مصدومیت از دست داده. بر همین اساس و با توجه به درخشش یورگن لوکادیا و آماده شدن شیخ دیاباته و همچنین توانایی بازی نفراتی مثل عبدی، امیری، آلی شاه و ترابی در خط حمله، کار پاکدل برای بازی کردن در پرسپولیس بسیار سخت به نظر میرسه و در صورت تداوم غیبت‌های اون جدایی این بازیکن حتی در نیم فصل هم محتمله. کاهش محرومیت ایران از سوی AFC. در جلسه امروز کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا، موضوع تمدید تعلیق یک ساله کمیته صدور مجوز فدراسیون فوتبال کشورمون که به تصویب کمیته صدور مجوز کنفدراسیون فوتبال آسیا رسیده بود، مطرح شد. در این میان با اعتراض صورت گرفته از سوی فدراسیون فوتبال ایران، در نهایت مدت این تعلیق از یک سال به 2 ماه کاهش یافت. برگزاری سوپرجام بدون حضور تماشاگران. بر اساس اعلام سازمان لیگ، دیدار سوپرجام بین تیم‌های استقلال قهرمان لیگ برتر و نساجی قهرمان جام حذفی روز 11 آبان برگزار میشه. البته سازمان لیگ هنوز استادیوم محل برگزاری این مسابقه رو اعلام نکرده، اما به نظر میرسه ورزشگاه امام رضای مشهد میزبان این جدال باشه. حذف ایران از میزبانی جام ملت‌های آسیا 2027. امروز قطر به عنوان میزبان جام ملت‌ها در سال 2023 انتخاب و کشورهای عربستان و هند به عنوان نامزدهای میزبانی در سال 2027 معرفی شدند. ایران هم پیشتر برای میزبانی این رقابت‌ها نامزد شده بود، اما نامش در لیست میزبانی این مسابقات قرار نگرفت. دو احتمال در این زمینه وجود داره. یک اینکه ایران از میزبانی مسابقات انصراف داده باشه و دوم اینکه مدارک ایران برای میزبانی جام ملت‌ها در سال 2027 مورد تایید کنفدراسیون فوتبال آسیا قرار نگرفته. فدراسیون فوتبال فعلا رسما چیزی در این باره اعلام نکرده. دیدار مهم مهدی تاج و اینفانتینو در کوالالامپور.
جلسه مشترک مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران با جیان اینفانتینو، رئیس فدراسیون جهانی فوتبال، امروز در حاشیه نشست کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا در کوالالامپور برگزار شد. در این نشست مسائل مختلفی از جمله کمک‌های فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا به فدراسیون فوتبال ایران مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. در ادامه تاج نشست جداگانه‌ای هم با ماتیاس گرافستروم معاون دبیرکل فیفا رو برگزار کرد. خبر خوب برای یاقی استقلال. یکی از بازیکنان مصدوم استقلال که بازی‌های زیادی رو از دست داده آرمان رمضانی است. مهاجم بلند قامت آبی‌ها در دیدار برابر نفت مسجد سلیمان دچار مصدومیت شد و دیگه نتونست حتی در تمرینات تیم حضور پیدا کنه. اکنون اما خبر رسیده که پزشکان به این بازیکن خبر خوبی دادند و امیدوارند اون با انجام فیزیوتراپی بتونه از بند مصدومیت رهایی یافته و به تمرینات تیم برگرده. به همین دلیل قراره که رمضانی روزانه کارهای فیزیوتراپی خود را انجام بده تا در سریع‌ترین زمان ممکن به تیم ملحق بشه. اعلام برنامه یحیی برای دربی و جام جهانی. یحیی گل محمدی که روز گذشته در جلسه هیئت مدیره حضور یافت، در بخشی از صحبت‌هاش از برنامه این تیم برای این تعطیلی صحبت کرد. طبق اولین برنامه قراره بعد از جدال مقابل مس کرمان در هفته 11 یحیی 5 الی 7 روز به بازیکنان مرخصی بده. در بازگشت از مرخصی و تعطیلی تمرینات این تیم اردوی آماده سازی خود رو برای شروع دوباره لیگ و جدال حساس دربی بعد از جام جهانی در نظر خواهد گرفت. حمله پرسپولیسی ها به مربی سابق تیم ملی. بعد از انتقادات محمد مایلی کهن از یورگن لوکادیا، هواداران پرسپولیس علیه بازیکن سابق تیمشون جبهه گرفتند. مایلی کهن که قبلا هیکل لوکادیا رو با بدنسازها مقایسه کرده بود، این بار مدعی شده که پرسپولیس با حضور اون در زمین 10 نفره بازی میکنه. این در حالی است که لوکادیا تا امروز 5 گل از 9 گل پرسپولیس رو زده و جدا از اون به زعم تمام کارشناسان و اهل فن عملکرد خوبی داشته.